فهیم بندویی فعال سیاسی و عضو حزب مردم بلوچستان از لندن همراه ما هستند. جناب بندویی متشکرم از حضورتون در برنامه. اظهارات مولوی عبدالحمید رو شنیدید، چطور ارزیابی میکنید مهمترین مواردش رو با تاکید که بر آزادی شد خصوصا؟ با درود بر شما بینندگان گرامی، مولوی عبدالحمید همچنان در 41مین هفته هم دقیقا جملات و مسائلی رو که مطرح میکنند بیانگر دردهایی است که حداقل این 44 سال 40 اندی سال رو در واقع همه شاهدش بودیم و هستیم. و از اینکه در ابتدا هم در روی مسئله تشدید فضای امنیتی شما مطرح فرمودید، دقیقاً همین شکل جمهوری اسلامی ایران همیشه به دنبال مسائلی بوده است که با سرکوب و انتقام جویی در واقع بخواد کارش انجام بده. از اونجایی که در کل و دقیقاً نقطه دیگه هم که اشاره داشتن مولوی عبدالحمید در ارتباط با اینکه کار را به کاردان سپردن بود، و متاسفانه می‌بینیم که صاحب اختیار کل ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هست که از مسائل سرکوب نظامی امنیتی گرفته تا مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی همه اینا را در ید اختیار خودش گرفته و به همین دلیل در واقع به دنبال این هستند که به شکل‌های مختلف، یعنی تعیین کنندگی خط مشی سیاسی حداقل در ارتباط با بلوچستان بخوایم بگیم یا مثلا یه جایی مثل کردستان بخوایم عرض بکنیم، اختیار کامل در دست نیروهای قدس و نیروهای سپاه پاسدارانه. به همین دلیل هم می‌بینیم که به دنبال این هستن که همیشه خشونت باشه، خشونت بیافرینن، به دلیل اینکه خودشون با جو خشونتی که فراهم کردن خب خشونت رو باز تولید میکنن. به همین دلیل هم است که الان فضا پس از این حمله‌ای که روز در واقع روی کلانتری 16 اتفاق افتاد، فضای بلوچستان رو بسیار بسیار شدیدتر کرده است، هرچند که همیشه در تمام حیاتش در واقع حیات جمهوری اسلامی ایران مسائل امنیتی در بلوچستان به این شکل بوده است، ولی همچنین اتفاقاتی که بیفته به جمهوری اسلامی ایران هم همواره دنبال ایجاد در واقع یک همچنین بهانه هایی هم هست که بیشتر بتونه این فضا رو نامتر کنه و به کشت و کشتار رو برحال اون مسائلی که داره فشار میاره بیشتر انجام بده. و متاسفانه کشتارهای بسیار زیادی الان توسط کسانی که کسی نمیدونه در واقع کیا هستن به عنوان کسان نامشخصی در بلوچستان داره اتفاق میفته. بگذاریم از این که برحال زندان های جمهوری اسلامی ایران پر هستند از این کسانی که در واقع به عنوان زندانی و بازداشت دیگران در واقع گروگانند، در اصل این گروگانها زندانهای جمهوری اسلامی فراوانند که در هر وقتی که صلاح بدانند انتقام به شکل انتقام جویانه اعدامشون میکنند، کما اینکه کردند و هنوزم دارن به این شکل انجام میدن. برای نکته ای که مولوی عبدالحمید در ارتباط با این مسئله اینکه کار را به کاردان باید سپرد و اشاره میکنند که نیروهای نظامی کار نظامی خودشون را انجام بدن و سیاست مداران کار سیاست مداری را انجام بدن، واقع همینه که عرض کردم که هست و نیست جمهوری اسلامی ایران توسط دفتر رهبری به دست سپاه پاسداران و به ویژه سپاه قدس در واقع سپرده شده، و به همین دلیل هم است که شکل‌های مختلف این حرکت‌هایی که سپاه پاسداران در واقع در ارتباط مسائل سیاسی و مسائل امنیتی می‌خواد ترتیب بده، دقیقاً نتیجه‌اش چیزی جز همین نخواهد بود که سوخت بر کشی هست، جاده‌ها ناامنند، برحال کسان بسیار زیادی هم اسلحه دارن میرن توی بلوچستان در واقع میزنند و میکشند و کسی هم نمیدونه کی انجام داد. همه اینها زیر سر سیاست‌هایی است که در واقع رهبری سیاسی در دست نیروهای نظامی و نیروهای سرکوبگر هست، و تا زمانی که اینجوری هست مطمئن باشیم که جامعه ایران و مردمان ایران روی خوش نخواهند دید و با وجود این سیستم و این نظام هم که هست به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد. و به همین دلیل هم است که همه مردمان ایران به دنبال تغییر این ساختار هستند که تا الان باش روبرو بودند در ظرف این 40 سال. متشکرم از شما رحیم بندویی، فعال سیاسی و عضو حزب مردم بلوچستان از لندن.